خب ما یک سری برنامه داشتیم در مورد اضافه وزن شاید بیشتر از هر برنامه دیگه مورد استقبال قرار گرفته یکی از چیزهایی که میخوام راجع به اضافه وزن باهاتون در میون بذارم یکی از اون کارهایی که من از شاید 21 دو سال پیش تقریبا خواستیم اینو به ثبتش برسونیم در یکی از کتابا هم ذکر کردیم کاملا که انسانها رو تقسیم کردیم به چهار گروه مختلف و جوری که وزنشون اضافه میشه و رابطه اونها به دستگاه سیستم اندوکرین و یا قدرت مترشحه میتونه چقدر با همدیگه وفق پیدا بکنه و چقدر میتونه سریتر حالا سریتر خیلی مهم نیست به صورت بهتر و سالمتر وزن مورد درخواهیتون رو به دست بیارین همین الان اگر که مثلا کسانی که اضافه وزن دارین بدن خودتون رو میشناسین خب ولی میتونید جلو آینه بستین و ببینید که کدوم قسمت از بدنتون بیشتر تجمع چربی داریم خیلی از خانم های ایرونی شاید یک درصد بسیار بالاشون بالا تنشون لاغرتره از پایین تنشون یعنی اون چیزی که من بهش میگم گلابی بالا شاید دو سایز یا سه سایز بعضی موقع چهار سایز از پایین تنشون لاغرتر هست اش، این اشخاصی که به این صورت هست بدنشون یعنی اضافه وزن بیشتر توی قسمت فوقانی قسمت پایینی فوقانی نمیدونم درست گفتم یا نه حال قسمت پایینی شکم و قسمت رانها و باسن اون قسمت ها بیشتر اضافه شده یک رابطه بسیار مستقیم میتونه داشته باشه با تیروئید، به خصوص کمکاری تیروید حالا ما اگه بخوایم وارد جزئیات هر کنون از اینها بشیم خودش هر چندین برنامه رو میگیره عزیزانی که بالاتنهشون اضافه وزن دارن که خیلی کمتر دیده میشه ولی کسانی هستن که میبینین بالاتنهشون خیلی از پایینی یعنی پاهای خیلی باریک و لاغر دارن ولی بالاتنهشون بسیار چاخ هست این مربوط میشه به قده هیپوفیز که اینجا وجود داره یا به عبارتی قده پیتویتری که معمولا اینجور اشخاص یکی از هورمونها به نام پرولکتینشون در خانم ها میتونه خیلی بالا رفته باشه معمولا اینجور اشخاص مصرف زیاد لبنیات میتونه خیلی بدترشون بکنه و کسانی هستن که باید مواظب بلنسشون باشن و به طور کلی رابطه بین پیتویتری یعنی هیپوفیز و تیروئید و قدرت ادرینال باید یه جوری درست حفظ بشه و مطالعه بشن که مطمئن باشن که نتیجه بهتری رو بگیرن بعضی از اشخاص هستن که به خصوص در خانوم ها این خیلی صدق میکنه بازوهاشون سینهشون پشت قسمت بالا و یه مقدار شکم و رانشون اضافه میشه اینجور اشخاص معمولا ناراحتی های هرمونی دارن خانم هایی که مثلا به سن یایستگی میرسن یا خانوم هایی که هنوز به سن یایستگی نرسن و اختلالات هرمونی دارن میتونه یه مقدار اضافه وزن در این مناطق و در اینجاها باشه کسانی هم هستن که همه جای بدنشون با همدیگه اضافه شده یعنی تمام بدن با همدیگه اضافه شده و اینجور اشخاص معمولا به خاطر استرس زیاده و یه مقدار فشارهای روحی که روی قدرت ادرینال و یا قدرت فوق کلیوی اثر میذاره که وقتی که ما رونها کار بکنیم اصابشون آروم تر بکنیم و غیره خیلی نتایج بهتر میتونیم به دست بیاریم پس خیلی مهمه که بدونی که اضافه وزنتون فقط فقط با رژیم و ورزش حل نمیشه به صورت دائمی و شاید بد نباشه که یه مشاوری با متخصص تغذیه داشته باشین که یه مقدار بیشتر راهنمایی بشه که به صورت درست وزنتون بیاد پایین